پیش از آنکه پی ببریم چه مشکلی بر زمین رخ داد، لازم است چیزهایی را درباره آسمان درک کنیم. این دنیای دیگر که آن را بهشت هم می نامند، مکانی است از نور خالص، موسیقی هیجان آور، گفتگوی رضایت بخش و کشف رازها. ساده ترین فعالیت های آسمان به مراتب فراتر از بزرگترین لذت های زمین است. آسمان خانه پادشاه است. جذاب ترین قسمت این مکان شاد خود پادشاه است. هر گوشه این شهر آسمانی به شکلی طراحی شده تا عظمت او را منعکس سازد. شهر از طلای ناب و مانند شیشه شفاف بود. بیشترین جزئیات آسمان در آخرین بخش کتاب مقدس به نام کتاب مکاشفه ثبت شده است. خدا به یوحنای نبی اجازه داد به آسمان نگاهی بیاندازد و به او گفت آنچه را که دید بنویسد. تختی پیش رویم در آسمان قرار داشت و بر آن کسی نشسته بود. دور تخت را رنگین کمانی زمردگون فرا گرفته بود. از تخت برق آذرخش برمی‌خواست. و پیش تخت چیزی بود که به دریای از شیشه میمانست چون بلور. آنگاه نظر کردم و صدای خیل فرشتگان را شنیدم. شمار آنها از هزاران هزار و کرورها کرور بیشتر بود. می گفتند قدوس 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 است خداوند خدای قادر مطلق، او که بود و هست و می آید. فرشتگان موجوداتی از جنس روح هستند. فرشتگان نیز مانند خالقشان برای انسان نادیدنی هستند، به جز زمانی که به مأموریتی فرستاده می شوند و لازم است دیده شوند. پادشاه آسمان فرشتگان را پیش از انسان ساخت. او به ما می فرماید و پسران خدا همگی فریاد شادی سر دادند در حالی که شاهد آفرینش جهان بودند. خدا به فرشتگانش این امکان را داد تا او را شناخته و برای همیشه خدمت کنند. فرشتگان برده های خدا نبودند. خدا آنان را مانند انسان مجبور نساخت تا تسلیم او باشند. او به دنبال خادمینی مشتاق بود. کتاب مقدس درباره یکی از فرشتگان بلند مرتبه صحبت می کند که خدا به او فهم و قدرتی عظیم بخشیده بود. اگر داستان این فرشته را بدانید، آنگاه خواهید دانست که شرارت از کجا می آید. لوسیفر یکی از رؤسای فرشتگان خدا بود. نام او به معنای شخص درخشان است. در کتب انبیا لوسیفر چنین توصیف شده: الگوی کمال، آکنده از حکمت و کامل در زیبایی. سپس لوسیفر به جای نگاه کردن به پادشاه و خالق عظیم خود، شروع کرد به نگاه کردن به خودش. لوسیفر که در اثر زیبایی و هوش خود کور شده و فراموش کرده بود چه کسی او را ساخته، در دل خود گفت تخت خود را فراتر از ستارگان خدا خواهم افراشت و خود را مانند آن متعال خواهم ساخت. لوسیفر میخواست پادشاه باشد، میخواست اراده خودش عملی گردد نه اراده خدا. گناه وارد جهان شده بود. لوسیفر یک سوم فرشتگان را متقاعد ساخت که به شورش او بپیوندند، اما خدا آنان را از خانه آسمانی خود بیرون انداخت. نام لوسیفر به شیطان تغییر کرد به معنای متهم کننده. او همچنین ابلیس که فریبکار است نامیده می شود. فرشتگان شریر دیو نامیده می شوند. خدا در یک مکان تاریک زندانی برای ابلیس و دیوهایش آماده کرده است. آن مکان جهنم و دریاچه آتش نامیده می شود. آنجا مکان جدایی ابدی از خداست. یک روز شیطان و تمام دیوهایش برای همیشه به آن زندان افکنده خواهند شد. پس ارواح شریر پس از اخراجشان توسط خدا به کجا رفتند؟ آنها به جو زمین نقل مکان کردند.
شیطان در آنجا فرشتگانش را ردبندی کرد. به همین دلیل کتاب مقدس شیطان را رئیس قدرت هوا و همان روحی می نامد که همکنون در سرکشان عمل می کند. ابلیس و دیوهایش برای ما نادیدنی هستند، اما واقعیت دارند. آنها از هر نوع نیرنگ و فریبی استفاده می کنند تا مردم را وادار سازند به قلمرو تاریکی آنها ملحق شوند. آنها از هیچ کاری برای نابودی شما فروگذار نمی کنند. شیطان خود را به شکل فرشته نور در می آورد. دشمن شما ابلیس همچون شیری قران در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد. حال بیایید بازگردیم به داستان نخستین اجدادمان. زندگی آدم و حوا پر از ماجراجویی و هدف بود. هر روز پر از شگفتی بود، زیرا باغ وسیع خود را کند و کاو می کردن. هر روز عصر شگفت انگیزتر نیز می شد، زیرا خالق و مالکشان با آنها افتخار می داد و شخصاً به دیدارشان می رفت. آنها چقدر دوست داشتند با او صحبت کنند. مرد و همسرش در باغ خود بسیار خوشبخت بودند. اما شیطان خوشحال نبود. او از خدا و این دو مخلوقی که بازتاب تصویر خدا بودند متنفر بود. بنابراین ابلیس که در تصرف قلمرو آسمان شکست خورده بود، دسیسه چید تا قلمرو زمین را به تصرف درآورد. تنها کافی بود آدم سرکرده نسل بشر را بفریبد تا قانون خدا را بشکند، اما او مستقیما آدم را فریب نداد. یک روز حوا صدایی شنید. آدم نبود، خدا هم نبود، یک مار بود. او اصلا نمی دانست که دشمن خدا از مار استفاده می کند. همینطور نمی دانست شیطان می خواهد با استفاده از او آدم را وسوسه کند تا قانون خدا را بشکند. مار صبورانه منتظر مانده بود. چشمان حیله‌گر او زن را تعقیب می کرد. سپس با صدای زمزمه کننده اش به زن گفت: آیا خدا به راستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ شیطان می‌خواست حوا به کلام خدا شک کند. در این حال می‌خواست او فکر کند که خدا چیز نیکوی را از او و همسرش دریغ داشته است. زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، اما خدا گفته است از میوه درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: به یقین نخواهید مرد، بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود. حوا چه می باعث بکند؟ خدا به آدم و حوا آزادی بخشیده بود تا بین انجام اراده او و اراده خودشان یکی را انتخاب کند. او می خواست آدم و حوا به او اعتماد کنند، حتی زمانی که دلایلی را که در پس قانون او بود درک نمی کردند. تنها خدا می توانست عواقب وحشتناک و گسترده شرارت را پیش بینی کند. به همین علت او به آدم گفته بود: اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. اما اکنون مار به زن گفته بود: به یقین نخواهید مرد. حوا باید به چه کسی توکل می کرد؟ به خالقش یا به یک مخلوق؟ این چیزی است که اتفاق افتاد. چون زن دید که آن درخت خوش خوراک است و چشم نواز و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس از میوه آن گرفت و خورد و به شوهر خیش نیز که با وی بود داد و او خورد. زن آن را خورد، مرد هم آن را خورد.
حوا از میوه ممنوعه خورد چون فریب حقه های شیطان را خورده بود. آدم از آن خورد چون آگاهانه تصمیم گرفت به جای راه خدا در پی راه خودش برود. نوع بشر به جای سرسپردگی به خالق قدوس و پرمحبت خود، خود را تسلیم دشمن کردند. نخستین والدین ما گناه کردند. آدم به عنوان سرکرده نسل بشر برگزیده شده بود. خدا به او فرمان داده بود که از میوه درخت شناخت نیک و بد نخورد. آدم و حوا تنها زمانی اثرات وحشتناک انتخاب خود را احساس کردند که آدم آن میوه نامشروع را گاز زد. آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوختند و لنگ‌ها برای خیشتن ساختند. آنها احساس کردند از درون و بیرون ناپاکند. گناه شرمساری آورد. پیش از آن که آدم و حوا قانون خدا را بشکنند، آنها خدا آگاه بودند و شرم نداشتند. آنها این افتخار را داشتند تا همراه خالقشان باشند و دوست او باشند. اما زمانی که از میوه درخت شناخت نیک و بد خوردند، شرمسار و خود آگاه شدند. شرم جای عزت را گرفت. آنها سعی کردند با برگ‌های انجیر شرم خود را بپوشانند، اما هیچ تلاشی مشکلشان را حل نمی کرد. آنها برای خلاصی از شر گناه درمانده بودند. آنها در احیای عزتی که از دست داده بودند ناتوان بودند. بعد از ظهر بود. به زودی خالق مهربان و قدوس آنها برای دیدار شامگاهی از راه می رسید. خدا به آنها چه می گفت؟ آنها چه می توانستند به خدا بگویند؟ آدم و حوا پیش از نااطاعتی از خدا، هر بار که خالق و دوستشان برای ملاقات آنها می آمد، از دیدارش لذت می بردند. اکنون ترسان بودند و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ می خرامید و آدم و زنش خود را از حضور یهوه خدا پنهان کردند. آدم و حوا درست همانند بچه های ناموتی تلاش کردند از خالقشان پنهان بمانند، ولی یهوه خدا آدم را ندا در داده گفت: کجا هستی؟ گفت: صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا که عریانم، از این رو خود را پنهان کردم. خدا گفت: که تو را گفت که عریانی؟ آیا از آن درخت که تو را امر فرمودم از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت: این زن که به من بخشیدی تا با من باشد، او از آن درخت به من داد و من خوردم. آنگاه یهوه خدا به زن گفت: این چه کار است که کردی؟ زن گفت: مار فریبم داد و من خوردم. چرا آدم و حوا می‌خواستند خود را از خدا پنهان سازند؟ چون گناه کرده بودند. چرا دیگران را برای گناهشان سرزنش می‌کردند؟ چون شرمسار بودند. آدم و حوا دیگر تصویر قدوس خدا را نمایان نمی‌ساختند. نخستین زوج شبیه شاخه درخت زنده‌ای بودند که از آن جدا شده است. گناه آنها رابطه‌شان را با پادشاه عالم هستی قطع کرده بود. آنها از لحاظ روحانی مرده بودند. گناهشان آنها را از سرچشمه حیات جاودانی جدا ساخته بود. آنها از لحاظ جسمانی هنوز زنده بودند، اما فرایند پیر شدن در جسمشان آغاز شده بود. قدرت مرگ به جسمشان حمله ور شده بود. علت این مرگ و ویرانی چه بود؟ گناه.